سلام بوجی در افغانستان به خود داشته باشید. به امید خدا پریفان با شما است آقا سینان. پیجی پریفان با آقای سینان که همراهشان هستن شوهرشان. نگه ما خوشحال میشیم هر کس که به افغانستان چون که مردم افغانستان مهمان نواز هستن و به مهمان نوازیشان شهرت خود را در تمام دنیا دارن. سلام سلام قندیلک های مقبوله که چندل پریفان پریسا هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. عزیزان دل خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو دیگه، برگشتیم خدمتتون با 7MM در افغانستان. سفرهای 7MM جان مهدی جان در کابل یک جای بسیار زیبا و دیدنی رفته. خوشحال میشیم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. به قول خودش چیزهایی رو که سالها در ویدیوها دیدیم و بهشون ریاکشن کردیم و الان داره از نزدیک لمس میکنه، انشالله که قسمت همه بشه. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بعد از دیدن این ویدیو حتما به چنل موزیک ما، چنل پریفان ملودی هم سر بزنید. اونجا موزیک هایی که پیشنهاد میکنید رو ریاکشن میکنیم. مرسی که اونجا و اینجا با ما همراه است. حاضرید بریم قشنگ ببینیم، زیبایی ببینیم. بزنید بریم لینک. از گل و گیاه و طبیعت شروع کنه معلومه تهش چیه. این یکی از ماشینای حاج سخا. بایسیکل ران های اینا بود ماشین های سخا. احبه لالای گل. چه فیلم برداری نابی از سانروف. احبه صفا باشد. سلام علیکم لالا. یه گل گلاب چهرهش هم یه خستگیه. آره حسابی خاطر هر روز ویدیوهای خوب و درجه یکی رو داره دونه دونه میده بیرون که کیفش رو ببریم. مادورم دمت گرم. یک ثانیه استراحت نداشته بچه ها. بس که زیبایی داره افغانستان. میشده رد بشه ولی شیبدار ساختنش که دقیقا آب بیاد پایین. سلام به همه بچه های عزیز، بچه های گل، بچه های عشقی. به گفته خودتون اومدیم اینجا تپه وزیر اکبر خان و یک هوای بسیار عالی که دارد. مردمی که اینجا نشستن اومدن چکر دوری بزنن و من برای بار اولی که اینجا اومدم و فکر کنم اولین یوتیوبر ایرانی باشه که اینجا اومده همراه با دوستان عزیز و قراره دور تا دور اینجا رو ویدیو بگیریم تا جایی که بتونیم برای شما دوستان عزیز پوشش بدیم و از زیبایی های اینجا نه از لنز دوربین، از چشمان خودمون برای شما تعریف بکنیم. هر جایی که هستید امیدوارم که همیشه حال دلتون خوش و خرم باشه. با ما باشید که داشته باشه. بریم لالا لالا مدیه گل. ما به این جوجه ها معمولا میگیم پارک جنگلی، ولی اینجا علاوه بر اینکه پارک جنگلی داره و درخت داره حالت بام هم مشخصا هست. آره یعنی ویو روی شهر جای دل آدم باز خیلی خوشگله. به خوشی اینجا چی میفروشن؟ دوستان عزیزم اینجا یک فضای بسیار قشنگ و باد به شدت تندی میاد. این یکی از میدونهای تپه وزیر اکبر خانه که خیلی خیلی قشنگ طراحی شده، درست شده و اون پشت یک مسجد بسیار زیبا است که به گفته بچه ها اون طرف هم که میبینید میدان اصلی اینجاست، میدانی که بر روی تپه وجود دارد و
توصیه میکنم به بچه هایی که اینجا نیومدن حتما بیان که از این تپه بسیار زیبا دیدن کنن و یک ویو خیلی قشنگ داره که حالا اطراف اینجا هست که اونم با همدیگه میریم میبینیم. اینجا یکی از مردمان کهنسالی که اینجا زندگی میکنه نشستن، یکی از پدرانمان، بریم باهاش گپ و گفتگوی داشت. من هپاتی میکنم ایرانی و دری و دوست دارم اصلا دری گپ بزنم. بچه یه موضوعی هم که هست، مهدی جان خب کرد ایران هستن و یه کوچولو هم کلمه های کردستانی میاد وسطش رو، اینو ما میفهمیم، خیلی بامزه میشه. سوادی که نسبت به دری پیدا کرده و الان اونجا دوستان باش صحبت میکنن، داره تمرین میکنه، این ذوق داره که بیشتر دری گپ بزنه. و اینکه کردی و فارسی و دری و همه چیز توی همین رو خیلی با نمک میشاره. مثلا 500 600 دیروز چون بچه ها خیلی دوست داشتن وقتی در گپ می‌زدم. ببینیم باهاش یه صحبت ریزی بکنیم، داشته باشیم، ببینیم اونجا احوال اینجا به چه صورت هست. بابا جان سلام، کاکا جان خوب هستی؟ حالتون خوبه؟ ما نگه رو برای بخیر است، بهتره. چه خوشتیپ فارسی ما ایرانی‌ها رو می‌فهمی یا دری گپ بزنم؟ نه می‌فهمم. دری گپ بزنم. چه حال داری؟ آه بشینیم. شکر است، الحمدلله. دیدیش؟ هزار ماشاءالله. دیدید خوشگل خانومو؟ خیلی زیبا، خیلی ماشاءالله. شکر است، الحمدلله. خب شکر خدا، امیدوارم که جانتان جور باشه، بخیر باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، شما جور باشین، بسیار خوش آمدین در وطن ما. ممنون ممنون. چند سال است که اینجا زندگی میکنی تپه وزیر اکبر خان؟ تپه وزیر اکبر خان تقریبا یک 10-12 سال میشه در قسمتی وزیر اکبر خان ما زندگی میکنیم. همیشه اینجوری باد میاد، هوا بسیار خنک هست، یا امروز یا به دلیل حالا شاید بادهایی هست، شاید از طرف هرات میاد؟ نه همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. روز خوبش بهت خورده، باز وقت شمال میباشه، باز وقت نمیباشه. همیشه اینجوری نیست. درسته. اینجا مردم خیلی زیادی میان اینجا برای تفریح، برای چکر، درست است؟ حالی کمتر شده. سابق. چرا؟ سابق به دوران جمهوری از زیادتر می آمدن. درست. خانوما می آمد، دختر خانوما می آمد. میخواستم همینو بگم، مثل مثلا بنده امیر رو که اومدن روز مشخص کردن که این روز خانوم ها بیان، این روز مثلا آقایون باشن و اینها. خب مردم دوست دارن با خانواده اینجور جا برن. دقیقا، دوست داره همه دوره هم باشن، دختر پسر فرقی نمیکنه. انشالله اینو هم یک تعبیری ببینن. پسرا می آمد، خرد بزرگ، هر همه کلی می آمد اینجا. حالا هیچ کم میان، ولی شور انرژی اومده پایین. بچه خیلی شلوغه. به گفته حاجی که میگه الان خلوته، من چیزی که دارم میبینم خیلی خیلی شلوغ است. حالا حساب کنید این شلوغی که حاجی میگه چطوری بوده. و مرسی، ممنون، دستتون در نکنه. گفتنی ها زیاد هست، ما بریم یه چکری بزنیم. چکر کنم قربانتان برم، دستتون در نکنه. خیلی ممنون. خدا اون نوشه ها چقدر موقعه. بله بله، به گفته خودشو ببینیم. ایره مرد ماشاءالله، چشمنگی بامزه ماشاءالله، و این کلاه زیبای تکول خیلی خوش رنگه، دو رنگه. گفتن اینجا خلوته، الان خلوتی که شما میبینید و من الان دارم میبینم خیلی شلوغه. از اون طرف ها خیلی آدم ها میان. از اونجاها که میومدیم یک ویو بسیار قشنگ داشت که بچه های افغانستان بودن، عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن. اینجا خیلی کامرمن، آره به قول بچه های افغان کامرمن هست. و بریم که داشته باشیم جلوتر، اون جلو رو ببینیم، مسجد رو ببینیم و تا جایی که بتونیم پوشش بدیم با ما همراه. کیفیت ویدیو فوق العاده، عالی بودی، عالی بودی واقعا. صدا و کیفیت اون نمره، کیفیت میفیم اون نمره، اون نمره. دقیقاً یاد آهنگ افتادم. آره دیگه، این کمرمنایی که آقا مهدی ازشون صحبت کرد همون عزیزانی هستن که ما ویدیوهاشون رو میبینیم در کانالشون، ریاکشن میکنیم از مکانهای مختلف، اینجوری میسازن. ولی خب مهدی جان الان خودش در متن ویدیوش هستش و این قشنگ قشنگ داره لمس میکنه. چه محله‌ای هم هست که در واقع
همه حالت جنگلی و هنوز پردرخت و سرسبز. در تابستان خنک، در زمستان سرسبز پر برف. آخ 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 به این دم بوده. الان که دارید میبینید میدون اصلی تپه وزیر اکبرخانه، بچه یه باد خیلی خیلی شدیدی میاد، یه گرد و خاک خیلی خیلی شدید است که اینجا الان مسجدی است که در بالای تپه وزیر اکبرخان هست. ترکی نوشته جامع ملا عمر محمود استا عثمان اغلو. بله و تصاویر زیبایی. آره. حیف و صد حیف که یکم گرد و خاک هست و یه بود بسیار بسیار شدید میاد که این بیرب به شدت صدا میده. شاید صداش داخل دوربین نیاد ولی خیلی خیلی به گوش ماها میاد. واقعا معرکه است اینجا، مثل بام تهران هست، از دور همه شهر زیر پاته. اینجا همه کابل در جلوی چشمانت هست، در یک زاویه 180 درجه که فوق العاده قشنگه و با استقبال بسیار زیادی از مردم عشق میکنه. وای وای، چایم بزن بر بدن. یه دیگر از نمای کابل، بام کابل بگیم بهتره. تپه وزیر اکبرخان به شدت قشنگه. عظمت کابل رو ببینید. اینجا فقط باید دو تا صندلی بذاری مهدی، بشینی چای بریزی و کتاب بخونی و موزیک پخش کنه و نگاه کنی به منظره های زیبا. تاریکی برسیم و این نور چراغانی شده که بر سطح شهر میتابه واقعا دیدن دارم. مسجدی که از این نما میدرق بزرگ مهدی رو باید برد. آره به یه نقطه رسید اینجا دیگه بکنم الان به پرواز در میاد مهدی و بالا. دوستان گرامی بله. همچنان با شما هستیم. واقعا بسیار منقلب شدم از این زیبایی. تموم کابل به زیر پاهایمان هست و خیلی زیبا میتونیم ببینیم. اینجا قراره بریم با دوست عزیزمون یه صحبت گرمی داشته باشیم. حاجی مشتبه جان هستن که بریم بشیم پهلویشان حسابی صحبت بکنیم. سلام علیکم مشتبه. مشتبه گل. آره چه خبر؟ خوب هستین؟ آره آره یا الله. بفرمایید در خدمت باشیم همراه با حاجی مشتبه گل. حاجی مشتبه چی حال، چی احوالات؟ اولتر از همه میفهم سلام های گرم خدا تقدیم مردم عزیز و شریف افغانستان و دوست همسایه ما ایران، کسایی که ما را تماشا میکنن از پشت کامره و بیننده های یوتیوب شما هستن و همه شما یک آیک سلام های خدا عرض و ادب میکنم. چقدر خوش تیپه. آره مشتبه جان بسیار خوش تیپ. چقدر هم کلاه قنداری برازندته، به علاوه تیپ زیبایی هم که پوشیدی کلاه خیلی بهش میاد. خیلی آره. خدا کنه که همه جای که هستین جور و صحت و سر حال باشه. جانم هستی. چه خبره؟ دوباره. از اول چه خبره؟ میگذرم. آره حاجی مشتبه بسیار شوخ هستن، همون به قول بچه های افغانستان مزاقی هستن. شوخی های خیلی ریزی با هم میکنیم که مرسی که هستین از راهنماییتان. یکی از دوستانی که دعوت کردم واقعا از مهمون نوازی های بچه های افغانستان من همیشه میگم شرمنده شدم و تا اینجا نیایید هیچ وقت متوجه نمیشوید که مردم افغانستان چقدر و چقدر مهمان نواز. همه چیزی که الان حاصل جمع تمام این خوشیایی که داره میکنه دقیقا همون یه نکته است.
که تا اون تو نقطه نباشی هم و اون داره حسش میکنه میشه دقیقه. کاملا از دور بفهمی چقدر خوشحاله مهدی هست. حاجی مشتبه سپرایز میشه همهش. این منطقه برای ما توضیح بده لطفا. از این منطقه باشه بگیریم. خب در نخست خود سلام علیکم خدا کردیم، ولی یادم رفت بر خودت خوش آمدی بگم مهدی جان عزیز. خوش آمدی ها رو گفتیم، خوش آمدی ها رو گفتیم، خب بازم جلوی کمبر دیگه خوش آمدی میگیم با شما. بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز از کشور همسایه ما دوست ما ایران یک شخص را که همچو اخلاق را دارد کنار خود داریم و خداوند همیشه شما را صحت داشته باشه و هر ایرانی که نور دیده ما هستن، همسایه ما هستن، برادر ما هستن و از این منطقه مهدی جان بگویم ناگفته نمانه اولین بار است که ما برای خودت ایجا آمدیم. خدا وکیل والله بگرید به افتخار. حتی مهدی خیلی ها رو جایی برده که نرفته بودن ها باله خاره همه بار اولی ها ساملیک دیگه واقعا لذت بردیم و در دو روز کم برای خودت هستیم. میونه کلومه دست در نکنه، ممنون از لطفت که ما رو اینجا آوردی. خواهش میکنم. بچه ها خیلی خیلی تاکید کرده بودن حتما تپه وزیر اکبرخان بیام دیگه. حالا شانس ما دیگه تو این هوا اومدیم، شاید یه ذره گرد و خاک گرد و غبار باشه ولی به هر حال دم شما گرم. حالا اینکه خوب بوده، بهتر است که یا باور اومدیم نگ از طرف روز میومدیم از یعنی حاج مشتبه. ببین من بلدم چی میشه افغانستان. من علاوه کابل چقدر گرم دوز با حاجی جان صحبت کردیم، میگه اینجا همیشه باد نیست، در صورتی چون تپه است، تپه مثلا در سطح هر شهری چون بالاترین نقطه هست همیشه باد هست. دقیقاً باد هست بله باد هست ولی لذت بخش هست چون خود در کنار خود داریم و کامرامین عزیز ما پشت کامرا. بچه ها کاش میشود از کامرامان ما یه فیلم آره فیلم بردار یه فیلم بردار جدید هست امروز با هامون که امروز کلن یه تیم جدید هست. دقیقاً امروز یه تیم جدید هست که واقعاً بسیار مهمون نوازی که من هی باید بگم مهمون نوازی و الان ببینید چطوری نشسته و چه حالتی هست. به خدا من شرمنده هم های کمرمان خیلی چا کریم اولا چی کنیم دیگه دوستی خواه می روز هست تنها خدا این روز نمیشه که بگیم بیا باز ما پیشت نبیم مدرسه جان سعی کنم خدا از کمره کده خودش لم کده واقعا دوستا مهدی جان ما همیشه ریاکشن هایشان دیده بودیم در قبال افغانستان، در قبال ولایت های افغانستان، از اخلاقشان دیده بودیم، همیشه وقتی تو چنلشان دنبال میکردیم و روزی که ما خبر شدم که دقیقا مهدی جان وارد کابل شده ساعت 3:30 شب بود، نزدیک 4 بود. بله نزدیک 4 بود دیگه با کوشش پیاپی با خانم پریسا و چینل یوتیوبشان امرای مهدی جان پیج اینستاگرامشان پیامای پیاپی کردیم تا که تونستیم رد آقای مهدی جان رو بگیریم. مشتبه رو من رسوندم به مهدی بچه ها. یه لینک خیلی خوبه ایجاد شد. پیگیری میکنم. شما پیام بدید. آره. من مدیر برنامه هاشم. پیام بدید ارتباطات با مهدی رو اندل میکنم. ولی پیگیری از خود مشتبه بود که به هر حال گفت که من دوست دارم که ببینم مهدی جان رو. و سنگ تمومم گذاشت محبتش رو. دلی و عملی ثابت کرد دیگه مهمون نوازن بچه و نزدیک بود بیان ها و یه داستان عجیبی داره حالا در ادامه براتون میگم انشالله ما خوشحال میشیم که خانم پریسا رو روز در افغانستان با خود داشته باشیم. به امید خدا پریفان با شما آقا سینان پیج پریفان و آقای سینان که همراهشان هستن شوهرشان نگه ما خوشحال میشیم هر کس که به افغانستان چون که مردم افغانستان مهمان نواز هستن و با مهمان نوازیشان شهرت خود را تمام دنیا دارن دیگه ما کوشش میکنیم که تا حد توان خودش مستقبل خود داشته باشه. عزیز ما اینجا شاید. که کنار هتل هم وایساده بودم با مشتبه جان هم آرزوی قشنگی کرد هم بچه ها خیلی دلیه این حرفی که دارم میزنم. هر کامنتی که از شما عزیزان من توی این چند روز دریافت کردم و با خوندنش که نوشته بودن انشالله شما هم بیایید و اینها تو دلم همش این به محض خوندن پیامه انشالله می اومد و مثلا این الهی آمینه می اومد و احساس میکنم که سر زبون خودت آره احساس میکنم که این دعاه مثلا میگیره انشالله خیلی استش خوبه بچه تشریف آوردن و به هر حال مهمون نوازیشون رو ادامه بدن از لطف بسیار زیادشون این بود که چند تا از بچه ها اومدن جلومو گرفتن سلام علیک کردن که آقا مهدی فلان ما شما رو میشناسیم داخل یوتیوب مهمان ما شدید یه رو 20 دقیقه ما مشغول
گپ شدیم به خدا. اسمشون رو یادم رفت، قرار شد برام کامنت بذارن و انشالله توی ویدیو حتما میگم. چقدر باحالید. من میخوام با کسی که در کانال یوتیوب شما بیننده هستن یک چیز را بگم که آقا مهدی بسیار پلانای داره که گشت و گذار کنه در کابل، بسیار نقاط زیبا و دیدنی را بر شما نشان بده. بله بله بچه‌ها، صدامون زدن که ساعت 7 تعطیل نه؟ بله گفتن که ساعت 7 تفر باید تخلیه کنن و امروز ساعت 7 نیم شده. میگم ما میده میده میریم طرف روی خود میده میده. به سلامتی. سلام سلام سلامتی. مرسی ممنون قربان شما. چاکریم چاکریم. مرسی. یه بغل به ما نمیدیم. ولی بچه ها اگر این اتفاق بیفته که یک عزیزی مثلا منو بشناس پایین ها هست، هری میزنم زیر گریه. آره احساساتیش اینجوری میشه. احساساتی میشم. شما رو میبینیم آقا مهدی. جانم هستید، خبر آرامی، شما خوبین، سلامت میرخوش شما. منو چجوری شناختیم؟ من خیلی وقتی تو یوتیوب ریاکشنای تون رو نگاه میکنم. عزیز دل ما، عزیز دل، از کجا ما رو دیدی؟ ما این گوش موشا قایم شده بودیم. تعطیل بود، آمدیم یک چکر بزنیم، یک تفریح کنیم، اونجا تیر شدیم. شما گفتم یک ببینه چی حال احوالا داریم. الحمدلله بخیر باشین. شما خوش آمدین. قربانت شما روی ما، عزیز دل ما، هم رو خدمت باشم. قربانت شما میشم. شما با ما گپ نمیزنید؟ مرسی، خوشحالم. فقط خوشحالی. عزیز دل ما، عزیز دل ما، دمتون گرم، خیلی لطف کردین، چاکرتون هستیم. آقا در خدمت باشین. شب بریم همراه ما. عزیز ما، فدات بشم. خیلی آقا، خودتون برم. خیلی چاکریم. بچه ها هستن، دستتون در نکنه. ما از مهمون نوازی بچه های افغانستان واقعا شرمنده هستیم. شالا خدا بهتون برکت بده، به خونتون، به جیبتون، به دلتون. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. خیلی ها خیلی جای دنیا ریاکشن میکنن، ویدیو میسازن، ممکنه تو مکانه قرار بگیره، ولی اینجوری نیست که همه اون مردمی که حالا به نوعی میشناسنت یا فالوورتن بیان بیبریم خونه و واقعا ببرنت خونه. ببرن خونه و اصلا بهت خوش بگذره. حالا هر پذیرایی که بشه، اصلا همین که با هم میشیم یه چای میخوریم. خیلی قشنگه اینه که مردم عادی هستن، یه روزمرگی های معمولی دارن. یعنی مثلا نمیدونم دو تا یوتیوبر نیستن که بگن یه یوتیوبر مثلا از ایران اومده به نفع خودمونه، میدونی؟ آره. به دردمون میخوره یک جایی. آره مهربانی. اصلا عشق. من نمیدونم واقعا چی مهربانی. زبانم قاصر است. خدا نگهدار. دمتون گرم. یه دو تا از بچه‌ها بودن، چطوری ما رو پیدا کردن؟ والا اگه بفهم آقا مهدی کم کم دارید افغانستان داغا بر پا میکنه. عزیز دل بچه، یه باد خیلی وحشتناک به نمیدونم صدا خوب هست صدا بد هست که چراغا هم داره یواش یواش خوب شد. چراغا مشتبا و یه زیبایی دیگه داره مثلا هر شهر هر جای از طرف شهر بگمان خاص خواده داره که ما فلان در تپیوز لگبرخان که هست تمام نقاط کابل از یک ما هست و از طرف شب همه جا که چراغان میشه یک حال هوای دیگه رو میده. دقیقاً ساعت به ساعت تغییر میکنه نمای شب که داریم، ولی این خاک مار نمونه که از یه اول زد بباری. دقیقاً من میکروفون اینجوری گرفتم که باد بهش نخوره، حالا یه ذره صدا این بر اومر بشه. ما از این گوشه داریم میایم و بچه ها نمیدونم چطوری ما رو پیدا کردن. یواش یواش تپه وزیر اکبرخان داره تعطیل میشه، مردم دارن تخلیه میکنن. اگه اجازه بدین یواش یواش ما هم بریم. آقا مشتبه نظرتون چیه؟ دقیقاً بهترین بفرز اگر ما هم امروی دوستا خدافزی خدا میداشته باشیم دیگه. انشالله تا برنامه بعد خدا هست همراهت باشه. مرسی مشتبه جان که هستی. عزیز دل ما، عزیز دل ما، آقا مشتبه لطف دارم و کلی زحمت کشیدن تا اینجا. من جا هر جایی که هستی امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و موفق و پیروز باشی. کاری باری نکنی. خیلی جای قشنگی رفتی. هم کیفیت دوربینت خوب بود مهدی، هم صدا خوب بود، بعد دیگه یه چیز طبیعیه و چقدر مشتبه سوالش خوب بود. مرسی از آقای فیلم بردار که واقعا کامرمن عزیزم. آره خدایی سنگ تموم گذاشت، خوب در آورد و بیشتر و بیشتر بهش خوش بگذره. آرزوی ما سلامتی، خوشحالی، صلح و همینجوری برادری در کنار هم. دمتون گرم که هستید عشقای من. لایک ویدیو رو بزنید، چند رو سابسکرایب کنید. از همه مهمتر حریفان قربون شکل مایتون میشه، مات به کله هاتون. امید دیدارتون تا یه ویدیو جذاب دید. خدا نگهدار. خدا بهم.